السلام علیکم ستړي مشي سار په خیر د آغاز روز خبرونې ته خراق لاس هیلت پرایز په نړۍ کې تر ټولو لوی روزنیز پروګرام دی چې ځوانان د زده کړو او کاري اسانتیاوو د برابرولو په لارې کولی شي چې په ټولنه کې بدلونونه رامنځته کړي. دا پروګرام د ملګرو ملتونو په همکارۍ د نړۍ په پوهنتونونو کې د بېلابېلو پروګرامونو د جوړولو له لارې د هغو کسانو په لټه کې دی چې د کاري اسانتیاوو او په خپلو طرحو سره ټولنیز بدلونونه رامنځته کوي. د دې سیالۍ د لومړنیو پړاوونو د ترسره کېدو وروسته په وروستي پړاو کې ګټونکې ډلې ته د خپلې نظریې د عملي کېدو په موخه $1,000,000 جایزه ورکوي. د هیلت پرایز نړیوالې خپرونې سږنی موضوع د فاست فوډ یا ژر جوړیدونکو خوړو په اړه ده. د افغانستان پوهنتونونه هم یو شمېر محصلینو دغې خپرونې ته نوملیکنه کړې ده. موږ د دغه پروګرام د لا معلوماتو په تړاو باندې دغه پروګرام مشره اغلې هادیه یعقوبی نصری په خپرونه کې ملما کړې ده چې همدا اوس موږ سره د سکایپ په کرخه باندې وصل ده. اغلې یعقوبی ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. راځئ په سر کې لږ څه معلومات نور هم لیدونکو ته ورکړئ چې هیلت پرایز نړیوال پروګرام څه دی؟ سلام و صبح بخیر خدمت شما و تمام بیننده هایی که ما را از طریق پرده تلویزیون آریانا اکنون تماشا میکنن. هدیه یعقوب ناصری هستم، مسئول برنامه هیلت پرایز. قسمی که قبلا گفته بودم در مصاحبه که قبلا با آریانا نیوز نداشتیم که برنامه هیلت پرایز یک برنامه یا رقابت جهانی است که همه سال در سراسر جهان تقریبا 10 سال است که آغاز کرده به فعالیت. امسال سال دهم است که خوشبختانه از افغانستان بیشترین پانتونا تانستن که اشتراک کنند در این برنامه و 4 مرحله که ما داریم. مرحله اول بیشترین پانتونای افغانستان فعلا سپری کردن، اینا شامل مرحله دوم میشن، یعنی مرحله ریجنال 27 کشور که رقابت اینا میرن. درست میشه معلومات بتین که در رقابت مرحله دوم کدام کشورها حضور داره؟ خب تقریبا 121 کشور جهان در برنامه هیلت پرایز همه ساله اشتراک میکنند. از 121 کشور جهان بیشتر از 3000 پانتون جهان در رقابت سهم گرفتن و بیشترین پانتونای جهان از هر مملکت یک تقریبا زیادتر از ولایاتش که هستن اینا آغاز به فعالیت کردن و در رقابت اشتراک کردن و مرحله اول بیشترین پانتونا فعلا سپری کردن که حالا مرحله دوم از در جریان. خب آغاز این مرحله از کجا آغاز میشه و مرحله پایینیش چقدر وقت در بر میگیره؟ خب مرحله هیلت پرایز که است، البته برنامه هیلت پرایز 4 مرحله داره. مرحله اول یا نخست از این مرحله آن کمپس است، مرحله که در رقابت داخل پانتونا میباشه. همه ساله از سر سال شروع میشه تا با آخر سال ای دوام میکنه که فاینل ایونت از این مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار میشه. مرحله سوم در لندن، یعنی مرحله اکسلریتر، و مرحله دوم که فعلا در جریان است مرحله آن ریجنالز است، یعنی رقابت صاحبی. در افغانستان څخه په دغه پروگرام که چه ډول محصلین او کم محصلین کولی شي چې برخه واخلي؟ سکال د کومو پانتونونو څخه دغه پروګرام ته محصلینو سیالي پیل کړې ده؟ خب از هر پانتون میتونن، یعنی به شکل آزادانه مکرات پانتون، هر پانتون میتونه دایی اشراک کنه به شکل آزادانه. یعنی کدام میار خاص نداره؟ نه خیر، نه کدام میار نیست. البته ما شرایطی که داریم از هر پانتونی که اشتراک میکنن یک مسئول از طرف پانتون، یک نماینده تعیین میشه از طرف UN و پانتون به داخل پانتون که هیلت پرایز در اوج برنامه را رقابت برا پرتن و این رقابت جهانی را پیش ببرن. قسمی که فعلا است بسیاری از پانتونا مرحله داخل پانتون، یعنی آن کمپس خود پیش بردن، آن کمپس خلاص شده و خوشبختانه امسال ما تانستیم که در افغانستان هم بتانیم ریجنالز، یعنی مرحله دومی که رقابت صاحبی بود، رقابتی که در 27 کشور خارج از افغانستان باید میشد، امسال تانستیم که با در نظر داشته امی مرض کرونا، یعنی مسئولیت تمام مسئولین ما بتانیم میره در افغانستان هم برگزار کنیم. درست. او دغه پروگرام د چا لخوا نه مخته وړل کیږي؟ یعنی مالی ملاتړ یې څوک کوي؟
خب ما قبلا گفته بودیم که برنامه هلت رایز که سی او ای ما احمد اشکر است و همچنان حمایتگر ما یو این یا ملل متحد و همچنان یک مکتب تجارتی به نام هلت ای است که میتونن اینا یعنی اینا ما را حمایت میکنن و سی او احمد اشکر در سطح جهان این برنامه را ما پیش میبریم. یعنی اینا از خود نماینده ها دارن، فرض مثال در هر پنتون نماینده خاص از پنتون میباشن و اونا برنامه را برگزار میکنن، برنامه مرحله اول، مرحله دوم و مرحله سوم و چهارم در لندن و مقر سازمان ملل متحد یعنی نیویورک برگزار میشه. دوست من گاور دل چه دغه پروگرام خپل د هیلری کلینټن معلم لاتر دغه پروگرام خپل د هیلری کلینټن په نو وخت باندې جوړ شوی دی، خو رازو دې ته چې تر اوسه پورې افغانستان کومو مرحلو ته ځان رسولې دی، آیا داسې وخت برای شي چې وروستۍ یا نهایي مرحلې ته افغانستان هم ورسیږي؟ بله، تقریبا از 9 سال که هلت پرایز آغاز کرده 30 سال خوشبختانه شده که در افغانستانی برنامه هلت پرایز آمده و از خودم افغانستان بیشترین از پنتونایی که در این شروع کردن قبلا نتانستن، البته که تا مرحله دوم یا ریژینالز پنتون هیرات تانست که راه پیدا کنه، اما بنابر بعض مشکلات چون افغانستان مثلا به بعض از ممالک نمیتونن ویزا بتن یا مثلا مشکلات سپانسرشپ که حمایه مالی نداشتن متاسفانه نتانستن اونا وارد مرحله دوم شوند. بنان امروز امسال البته ما کوشش بیشتر به ای داریم که اگر ریژینال مرحله دوم ما در افغانستان برگزار کنیم یک تیم نخبه ما بتانن که به مرحله سوم به لندن اونا راهیاب شوند و راه پیدا کنند، باز میتونن که با دعوت که از طرف هالت پرایز برشان اینویتیشن کارد که روان میشه از طریق از او به بسیار آسانی بتانن ویزه لندن گرفته و اونا شامل مرحله سوم شوند. سکال چه؟ د فاست فود په باندې دغه سیالي څرخیږي، څم جوړ کړي دي په څه باندې تاسو بوخت یاستئ د فاست فود یا خپله د خوراک په تړاو باندې چې سکال د دغه هیل پرایز سیالي ده، تاسو څه جوړوئ د افغانستان لپاره څه ګټه ورته ممیدی شي؟ خب هلت پرایز هم از سالی که به جهان یک وقتی که شروع میکنن آغاز به فعالیت میکنن اینو یک چالش مطرح میکنن که میلیون ها انسان در سطح جهان به اون چالش روبرو هستن. فرض مثال سال قبلی که بود آلودگی آب و هوا بود به می شکل، سال پیشتر از او درباره آب بود و امسال درباره فود فور گود یعنی غذا برای زندگی بهتر است. مسئله سرتاسر جهان او ایده ها و او تمام فکرایی که میتونن که چطور چالش غذایی را در سطح جهان حل کنند اینا به پروژه یعنی به بزنس آغاز میکنن. اینا رو ما میخوایم به لیدر یا به رهبر تبدیل بکنیم. یعنی خود شعار هلت پرایز هم که leading a generation to change the world یعنی که ما میتونیم که تمام مسئله به یک رهبر که اونا بتونن بزنس خود در سطح جهان رن کنن و بتونن که از طریق از این بزنس خود امور چالش امسال کرد یعنی food for good غذا برای زندگی بهتر رو بهتر حل کرده بتونن. غذا برای زندگی بهتر څنګه کولای شئ چې خپله د دغه پروګرام له لارې دا چې یوازې داسې ویوئ چې کولای شئ چې د افغانستان دپاره یو رهبر هم جوړ کړي، خو د افغانستان د ستونزو حل لپاره دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ستونزې شته دی، څه مرسته ورسره کولای شئ؟ د افغانستان حکومت سره تاسو څه مرسته کولای شئ؟ خب کمک از افغانستان بسیار خوب است که مثلا دولت افغانستان به مسئولین خود کمک کنند. البته در بخش سپانسرشپ ما هم نهادهای خصوصی داریم، هم نهادهای دولتی که میتونن اینا را به خاطر خرج مصارف همین مرحله ریژینال اینا را کمک بکنن و همچنان کمک که باز از طرف هالت پرایز به افغانستان میشه ای است که مسئولین وقتی که چالش سراسر جهان بتانن حل کرده، چالش غذایی که شما بیشتر مثلا میبینید که فعلا فقر در جهان بیشتر است، سوء تغذیه مسئلهش درجه اول است فعلا، همچنان شیوع مرض کرونا که بعضی از امراض است که از بخش غذایی ما داریم بیشتر، ما میتونیم که از طریق قضیه مثلا مشکلات غذایی را حل کنیم. زمانی که مشکلات غذایی حل میشه در سراسر جهان یعنی که مشکلات افغانستان هم با او حل میشه، این همین بهترین راهی است که ما میتونیم فقر دور کنیم. مثلا څنګه در افغانستان مشکلات سر څنګه حل کیږي؟
خب وقتی که مثلاً زمانی که آغاز به فعالیت میکنن اینا پروژه که میسازن اون پروژهشون به بزنس مبدل میشه، یعنی اینوستر ها یا کسانی که در بیرون از افغانستان میباشه اونا پول میتن برای از این مثلاً ما و اینا پروژه خود بیشتر ارائه میکنن، یعنی پیش میبرن بزنس ها. و فرض مثال اگه ما بگویم که مثلا از بیشترین چالشی که مثلا زیادتر سر فود فور گود تاکید شده، مثلا غذا صحی باید باشه، غذا باشه که کار پیدا کنه، یعنی کارساز باشه. از طریق از بزنس غذا ما بتانیم فقر از سطح جامعه دور کنیم، از طریق بزنس غذا ما بتانیم که سوی تغذیه رو تا حد مشکلات حل کنیم. خب این تمامش فایده هایی است که با داشتن این بزنس فود فور گود مثلا با حل کردن تا حد چالش میتونن که ای مشکلات از بین ببره. درست. او د هیلت پرایس پروگرام د خانه تاسو ته د ستونزو د حل په مخه چې کومه برخه ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو ویلې غذا برای زندگی بهتر، وخت ته ټاکل کیږي چې دومره وخت کې باید تاسو هغه څه چې درته درکول کیږي باید چمتوی کوي؟ بله، وقت البته که ما تقریبا چهار مرحله داریم. در مرحله اول اینا آغاز به فعالیت میکنن زمان که مرحله آن کمپس میباشه، یعنی مرحله رقابت داخل پنتونا، مسئولین پنتونا و تمام مسئولین اینا حداقل 10 تیم در سطح پنتون ایجاد میکنن و از جمله 10 تیم اینا که به رقابت میپردازن، یک تیم نخبه میره به مرحله دوم، یعنی مرحله ریجنال. تا وقت وقت میداشته باشیم که مسئولین ما بالای پروژه های خود کار کنن، بیشتر با بعضی از نوسترهایی که در بیرون از افغانستان هستن یا داخل افغانستان با اونا بیشتر همکاری با اونا شوه و کار کنن و با وارد مرحله دوم شن، آمادگی به مرحله دوم بگیرن که فعلا ما تا ماه مارچ و اپریل و وقت داریم. درست. او تاسو مخکې ویلې چې په ځینو کلونو کې تاسو دا چې ویزا نه ده درکول شوې د دغه پروګرام نه پاتې شوې استئ، سږ کال څومره دغه ملاتړي بنسټونه چې تاسو سره دي مالي ملاتړ هم کوي، څومره ډاډ درکړی دی چې سږ کال به تاسو ته د ویزې مشکل نه وي؟ او آیا د افغانستان حکومت سره هم په دې برخه کې خبرې کړې دي چې هغې اوس تاسو ملاتړ وکړي؟ نه، البته که برنامه هیلت پرایز یک برنامه جهانی است که از طریق آنلاین، یعنی با فرم آنلاین مسئولین زمانی که آنلاین ثبت نام میکنن به شکل مستقیم اینا من حیث مسئول یا نماینده هیلت پرایز در داخل پنتونای خود اینا تعیین میشن و وقتی که مرحله ریجنال آغاز میشه هدف میداده چی په وروستی پړاوونو کې چې کله تاسو نورو هیوادونو ته ځئ هغه وخت تاسو سره مرسته وشي او ملاتړ هم وشي د ویزې په برخه کې؟ نه خیر، نه قبلا البته تا جایی که معلومات که ما داریم از دیگر پنتونا اونا نتونستن که سپانسرشپ پیدا کنن یا که افغانستان نتونستن ویزا بده و امسال ما البته که از دولت حکومت افغانستانی را میخواییم که بتونن به مسئولین ما البته که اینا میخواین چالش جهان حل کنن یا در برنامه همچون برنامه رقابتی بین المللی اشتراک کنن و بتونن که افغانستان نامش در بین کشورهای دیگه در خارج از البته در سطح جهان مشهور کنن یا بیرون بکشن، میتونن که اینا بله میتونن اینا یعنی ثبت نام کنن یا دولت با اینا باید همکاری کنه در بخش ویزا که بتونن ویزا گرفته به بسیار آسانی، چون ویزا فعلا نمیتن. بعضی از مملکت هایی هست که ویزا میتن اما بعضی از مملکت هایی که 27 کشوری که ما لیست داریم نمیتن بنابر مشکلات از این که یا ای که در افغانستان ما امبسیش نداریم و یا ای که مثلا افغان ها رو نمیتن ویزا، چون شما مشکلات جامعه ما رو فعلا میفهمید. درست. رزوب ورسته پختنه تا دغه پروگرام تا او همدارنګه ځوانانو ته محصلینو ته ستاسو ورسته پیام څه دی چې هغه محصلین او ځوانان چې تاسو اوس ګوري او غواړي چې په دغه خپرونه کې ګډون وکړي په دغه پروګرام کې څنګه کولی شي چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړي او دا چې څه پیام ورته لري؟ او همدارنګه یو پوښتنه بله مو سره مطرح کوم، هغه دا چې آیا داسې وخت به راشي چې په افغانستان کې دغسې پروګرامونه ترسره شي؟ بله،
البته که ما پیامی که به مسئولین افغان ما داریم که مسئولین بزنن در این برنامه، چون این برنامه که یک کریر، یک سرنوشت خوب بر از اینا میتا، یک تجربه عالی در زندگی برشان میتا، اینا باید اشتراک کنند در همچون برنامه هایی که در پنتونشان میایم به این مللی میباشن، خصوصا هالت پرایز. در هالت پرایز اشتراک کردن اینا تجربه بزرگ زندگی خود روبرو میشن. اینا با هالت پرایز میتونن فرض مثال ما سرتیفیکیت بین المللی که با امضای بل کلینتون میباشه و همچنان احمد اشکر سی ای او یا مؤسس برنامه هالت پرایز، ما بر از اینا در اخیر میتیم بیشترین پنتونا امسال زیاد علاقه پیدا کردن. البته نسبت به سال قبلی پنتونا هم تعداد زیاد شدن و مسئولین هم با بیشترین تعداد اینا تانستن که علاقه مندی را پیدا کنن و پیام اینمی بهتر خوب که مسئولین افغانستان باید همچنین برنامه اشتراک کنن و تجربه خاص از سفر داشته باشن، فرض مثال ببینن تکنولوژی با تکنولوژی امروزه اونا آگاه شون و بتونن که چالشی که مثلا در سطح جهان است که اگه برشان در افغانستان کسی نیست که مو محیط مهیا بسازه که اینا مشکلات با ایده های خود حل کنن، او را بتونن که از طریق هالت پرایز که یک زمینه ساز برای اینا میشه حل کنن. درست. و آیا امکان داره همچو برنامه بر رهبری افغانستان در داخل افغانستان برگزار شود؟ بله، قسمی که قبلا ذکر کردم که ما تانستیم، البته که با در نظر داشت مسئولیت تمام مسئولین، البته از نگاه ازی که شیوع مرض کرونا بیشتر شده، ما بتانیم هم به شکل حضوری و هم به شکل آنلاین با دیگر مملکت ها. امسال خوشبختانه ما تانستیم که مرحله روجینالا در داخل مملکت خود هم برگزار کنیم. دیر از زیاد همون دکتر هدیه یعقوبی نصری د هلت پرایز پروگرام مشر ده چې په دغه مهمه موضوع د لیدونکو سره معلومات شریک کړه. کور ودان، زنده باشین. تشکر. د خبرونه دوام ته یو ځل بیا خرق لاس. په قطر کې سرچینو آریانا نیوز ته ویلي چې د خبرو د پیل لپاره د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ لومړني تماسونه نیول شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی وایي چې دوی داخلي ناستې لري او د خبرو د پیل لپاره د طالبانو پلاوی ته منتظر دي. د مرکچي پلاوی ځینې غړي دا پړاو خبرې سختې بولي. د سولې خبرو دویم پړاو پای ته دواړه لوري شیبې شماري. په قطر کې سرچینو ویلي د چهارشنبې پورځ د دواړو لورو د تماس ډلو د رسمي خبرو پیل لپاره تماسونه ونیول. ما جلسات داخلي خود را شروع کردیم، فقط منتظر این هستیم تا جانب مقابل هم آمادگی خود برای آغاز مذاکرات نشان بده. ملګرو ملتو او ځینو بهرنیو هیوادونو د دویم پړاو خبرو پیل لپاره د دولت او طالبانو د تیاري ارکلای کړی او په اوربند د بیړنۍ هوکړې غوښتنه لري. Welcome today's return of negotiators to Doha. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د بورا لاینز له دواړو لورو غواړي چې د مخته تګ لپاره له دې فرصت ګټه واخلي او د تاوتریخوالي کمولو لپاره شرایط برابر کړي، څو په سیاسي او کړې لاسرسی ومومي چې د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. ای بار ما روی آجندا بحث های بسیار سخت و نفسگیر خود داشتیم و امید هم به خاطر از اینکه ما بتونیم در جریان این بحث ها به یک آتش‌بس دائمی و قطع خونریزی در افغانستان برسیم. طالبان تر اوسه د خبرو د پایل په اړه نظر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویاند د سعودي او قطر د اوکړې په اړه ویلي چې دا ډله باور لري چې د ټولو ستونزو د حل لار خبرې اترې دي. او بل خبر دا چې ناتو وای روان میلادي کال با په افغانستان کې د حضور او یا وتلو په اړه پریکړه کوي. د ناتو می منشي یانس سنتلبرګ خبر اعلان ته ویل چې د 2021 کال د ناتو لپاره سخت کال دی او خی دوی له ګڼو ننګونو سره مخامخ وي. د ده په وینا تر ټولو ستره ننګونه د افغانستان په اړه پریکړه کول دي. یانس سنتلبرګ وایي راتلونکې میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کوي او په هغې کې به پریکړه کیږي چې سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که ووځي. د ده په خبره که سرتیری ووځي نو دا خطر باید ومنو چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرو په ځاله بدلیږي او که حضور ته ادامه ورکوي بیا هم ځینې خطرونه دي چې باید ومنل شي. هغه د بین الافغاني خبرو د دویم پړاو د پیلېدو هرکلی هم کړی دی خو وایي ښایي ناټو د ځواکونو حضور یا وتل د دوحې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړي.
موږ سره د لا ډیر بحث د پاره سیاسي او پوځي کارپو محمد حکیم تورسن په خبرونه کې د سکایپ په کرخه ده. ښاغلی تورسن ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د په دوها کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهم پړاو پیلېدو سره جوخت ځینې سخت نورې خبرې هم کیږي، دا چې ناټو وایي دوی به په افغانستان کې د وتلو او یا نه وتلو په اړه پریکړه کوي. دلته د افغانستان حکومت ولسمشر ښاغلی غنی هم اندېښمن دی او وایي چې طالبان هڅه کوي چې په خلکو باندې اماراتي نظام ومني. ستاسو معلومات او د روان وضعیت څخه ستاسو معلومات په دې راخلو چې رښتیا هم افغانستان کمی خواته روان دی، وضعیت څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم. ببینین جانم، هر گامی که به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان برداشته میشه، مردم افغانستان چون چیزی را که نداره آرامش است، چیزی را که نداره سعادت است، با او خاطر همه مردم ازش استقبال میکنن چون نهایت خسته شدن و از هر وسیله ممکن که باشه مردم افغانستان دسترسی به صلح و تامین امنیت پیدا بکنن. همه مردم از او استقبال کردن و استقبال میکنن. خب این که تشویش خود کشورهای جهان داره و مردم افغانستان دارن، او به این مفهوم است که یک تعداد القهاتی است که نمیخواین که صلح واقعا به داخل افغانستان به و می مذاکرات که آغاز شده بود در ابتدا تا حکنون که بار دومشن قریب آغاز میشه و اگر همیر صادقانه و عاشقانه از هر دو طرف به حساب صحبت های می داشتن، مطمئنن ما همروز شاهد قدر قتل و قتال نمی بودیم. به این مفهوم هر روز که از مذاکرات سپری میشه، هر روز ما 200 نفر 300 نفر 1500 نفر جوانان از این کشور، مردم ملکی و بی‌دفاع و اطفال از این کشور خود از دست میدیم. بناهن تأخیر در مذاکرات، تأخیر به حساب ظلم است بالای مردم مظلوم بیچاره ما. بناهن ما آرزو داریم که هر دو طرف، طبیعی است که در مذاکرات هر دو طرف به حساب حرفای داشتن، حرفای دارن و هر کدام از اونا میخواین که به حساب امو صحبتهایی را مطرح بکنن و یک زرگک سقیلتر و در حالتش چون مذاکره است، مفاهمه است، با هر دو طرف خواستایی که دارن میشه در جریان مذاکره و مفاهمه و این خواسته ها برش یک رای حل اساسی جستجو شوه و طرفین قناعت بکنن و تا بتانن به مو هدفی که دارن به مو برسن. این که آقای غنی تشویش خود داره، سوله پا کم قیمت بنده؟ ببینن جانم، ما مردم افغانستان از نظام همیشه حمایت کرده و قربانی داده، میخواین نظام پا بر جا بانه و طرف مقابلم نمیخواین که نظام فرو بپاشه، صرف میخواین که یک تعداد یک تغییرات با وجود بیایه. و اگر چی فرق مثلا چند تغییرات خاغل توسن اجازه بدید، شما ببینید که یک بار آقای غنی گفته بود که من اگر به خاطر صلح باشم من سر خود هم میتم. ما را از سر آقای غنی تیر و هی شامت هم آقای غنی نداره که به خاطر صلح سر خود بته، اما چوکی خود بته به خاطر تامین صلح، چون ما میخواییم که نظام اما میشه که چوکی رای حل باشه که چوکی خود به گفته شما بته؟ ببینین جان، بله، اینمی چون طالب ها در ابتدا تا حکنون که مذاکرات آغاز هم نشده، اونا حکومت به رسمیت نمیشناسن و
و هیچگاه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان نگفتن، اونا گفتن اداره کابل. پس ببینیم زمانی که اگر آقای غنی به این انتظار باشه که طالب ها بیاید در بدنی از این حکومت، که این ناممکن است و این خود آقای غنی هم درک کرده بود و درک کرده که طالب ها به حساب آقای غنی را نمیخواهند. آیا شما ببینین به مسابه شما، به مسابه یک جوان، یک افغان، امیره ها رو شرم نمیدانین که آقای غنی برای بجای ازی که برای مردم افغانستان به حساب مراجعه بکنه، با مردم افغانستان تکیه بکنه، پیشنهاد حکومت موقت برای آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان داده و گفته من حکومت موقت زمان قبول دارم که من در رأس باشم، به جای از این که خب من با جرات برای شما میگم که هیچ نوع حیا و شرم آقای غنی نداره که چنین الفاظ را و چنین تقاضای یک خقل ترسن که چرت مسئله قدرت د نیول او دغه جګړم د قدرت د پاره ده، که چیرتا مقابل لوري یعنی طالبان راشي دغه څوکۍ چې اوس ولسمشر غنی واکمنی کوي دغه څوکۍ ونیسي، آیا مقابل لوري د افغانستان د خلکو د درد دوا کولی شي؟ کمی لاسته راوړنې چې اوس مهال لري دغه ساتلی شي، څه د پرمختګ دپاره څه په لاس کې لري؟ ببینین جانم، ما نمیخواهیم، هیچ مردم افغانستان تا حق نو نخواسته و نمیخواه و این تر طالب ها هم نیست. اگر این تر طالب ها باشه و خواست طالب ها باشه که مطلق خود از اونا بیان در حرکی قدرت تکیه بزنن، باز هم به مو ساختارهای سابقه خود برن، این ناممکن است. اینجا میشه که یک حکومت مشارکتی که از جمع در مجموع است چهره های جدید، نه مهره های سوخته، نه کسایی که در طول 18 سال با سرنوشت کشور و مردم افغانستان بازی کردند، مطلق چهره های با خدا، با تقوا، کسایی که در با سرنوشت کشور و مردم بازی نکردند، غصب نکردند، چورت و چپاول نکردند، با طالب ها یک جا به حساب برن. خقل ترسن دغه سری چوک که دیشی؟ ببینین در این کشور قتل رجال نیست، اینجا به هزارها انسانهای با خدا با تقوا نیست، ای که دزدی نمیکنن، ای که زمین ها را غصب نکردن، ای که فساد نکردن، ای که چور و چپاول نکردن که شهرت از این طریق بکشن، ای به این مانا نیست. در هیچ چیزی را که ما زیاد داریم انسانهای با خدا و با تقوا است، ولی متاسفانه یک تعداد القاعات که بیشتر نفوذشان بیشتر از 300 یا 400 نفر نمیشه، به نام تیکدار جهاد، به نام تیکدار مقاومت، اما خقل ترسن اوس که مثلا اجازه بدین مهم است، به نام تیکدار مذهب مردم افغانستان در تیکه خود گرفتن و با سرنوشت جهاد و مقاومت هم بازی کردن و جهاد و مقاومت هم به حساب اینا لکدار ساختن، در حالی که جهاد مردم افغانستان کردن. واقعا اینجا همه حضور دارن، ببینین اینجا شخصیت ها بسیار زیاد است. ما نباید اینطور فکر بکنیم که آقای غنیز با تیمش و آقای عبدالله با تیمش دیگه هی در این کشور شخصیت های وجود نداره. چیزی را که ما زیاد داریم انسان های با خدا و با تقواست در اینجا هست، اینجا جمع کاندیدا هست، عذابی هست که تا هکنون اونا نادیده گرفته شده. اینمی همروز هم که همروز است، هر دو تیم، تیم آقای غنی و تیم آقای عبدالله، به نام شورای مصالحه ایجاد شده و بازم مردم در گرو خود گرفته. باز اونم کسایی که غاصب و فاسد مفسد است، یک تعدادشان گرد هم آمدن و همی اگر حکومت مردم ازش راضی می بودن و اگر اینا خدمات ارزمه کردن، کار به اهل کار می سپاریدن، زمینی کار بر مردم افغانستان مساعد می ساختن و ظلم و استبداد نمی بود، شما قبول بکنین که طالب هم وجود نداشت و طالب هم یک تعداد مردم ما که طالب شدن از ظلم و استبداد هم اینا بود، از
غصب زمین، تجاوز به عزت، شرف و قار از مردم افغانستان بود که مردم سلاح برداشتن، از بمبارتمان های ناحق بود، از گرفتاری های ناحق بود و تعداد زیاد همی لحظه در زندان ها افتادگی هستن. آقای ترسن از انفجار های ناحق خونه بود. شما ببینین، ما نمیگیم که به حساب او کسایی که انفجار کردن و انتحار کردن اونا برائت دارن، اونا هم جنایتکار هستن، خیانت به حق مردم مظلوم و بیچاره از این کشور کردن، ولی بازم تاکید میکنم که اما شما آقای ترسن، شما هم کسایی که انفجار کردن انتحار کردن، همو کسارا شما یک گزینه خوب برای حکومت آینده میدانید؟ ببینین جان، ما اونا را نمیگم که با جمع از اونا ناگزیر هستین، رای حل هم وجود ندارد. چرا ناگزیر آقای ترسن؟ چرا ناگزیر؟ ببینین جانم، رای ختم هر جنگ صلح است. بدون آمدن صلح و بدون مذاکره و مفاهمه ناممکن است که ما به صلح دست پیدا بکنیم. پیشترم خدمت عرض کردم که ای کاش که دولت مردای ما خدمات عرضه میکرد و به کار بحل کار میسپارید، مردم افغانستان ازش راضی می بود، تا مردم بیشتر هم کاری میکرد در عرصه های مختلف. امروز شما اما آقای ترسن، کارهایی که در سالهای گذشته و تا حال صورت گرفته، میشه که این را نادیده گرفت؟ ببینین جان، به هیچ وجه. حال ما میخواییم، پیشترم در خدمت عرض کردم که نظام پا بر جا باشه. چند چهره کثافتی که با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن، امروز فساد میکنن، چور میکنن، چپاول میکنن و باعث قتل سرباز و مردم ما شدن. زمینه خب میشه که این چهره ها مشخص باشه؟ آقای ترسن، اشاره تان به طرف کی هاست؟ چهره ها مثل آفتاب روشن از غنیز با تیمش، عبدالله با تیمش. دیگه شما بالاتر از این چی میخواید؟ ما یه ترنه سینمی امروز هم که صحبت های داره و در پالیش هر روز جورنالیست های ما کشته میشه، خبرنگار های ما کشته میشه، اینا مردم ها تهدید میکنن، یک تعداد فرار کردن، ولی مطمئن باشین که صدای مرا، صدای ترسنه، هیچ کس خاموش کرده نمیتونه و هیچ تهدیده. ما تا هکنونم نگفتیم که ما مثل دیگه سیاسیون و یا مثل دیگه تحلیلگرا و کسای دیگه گفته باشیم که حیات ما در خطر است. هر لحظه هر انسانی که با صداقت صحبت میکنه، واقعیت های جامعه را میگه، درد مردم و رنج مردم افغانستان را میگه، طبیعی است که زندگی از او در خطر است. ما برای ما به تفاوت است. مطمئن باش که صدای مردم افغانستان هیچ کس خاموش کرده نمیتونه. یک دوم دیگه، ما برای امو زمانی که میگن این را مخالفین کرده، امی خبرنگارا را، ما بخاطب ما مخالفین و موافقین است که به لحاظ خدا امی خبرنگار است، امی رسانه ها است که صدای شما را هم بیرون میکشن. و اگر شما انفجار میتین یا عملیات ها میکنین، چی از این طرف چی از اون طرف، همی رسانه ها است که خبر شما را انعکاس میده. پس حفاظت از خبرنگار. آقای ترسن، میشه که اشاره داشته باشین که مشخصا اگر معلومات دارین که ترور خبرنگارا، ترور فعالین مدنی، کی ها در این ترورها دست دارن؟ ببینین متاسفانه مخالفین حکومت هم بگه رد میکنن و حکومت هم بالای طالب ها مندازه. در هیچ تعجب در هی است که در حال که قبلا کوچکترین یک عملیات میکردن، طالب ها او را به عهده خود میگرن. حال چرایی به حساب که حکومت میگه بر از اینا یک دستاورد است. چرا از این دستاوردهایی که بزم از این حکومت هست و از این منکر میشه طالب ها؟ پس اینجا دستای دیگه هم هست، ممکن یک تعداد القهات باشه تا به خاطر بدنامسازی پروسه، چون خبرنگارا، سیاسیون، فعالین سیاسی،
رؤسای عذاب و همی آگاه های امور اینا به حساب چهره های هستن. هر کس فعالین سیاسی بیشتری از نا میگن که یک تعداد حلقات میتونه باشه، اما کس نیست که بگوید که این حلقات مشخصاً کدام حلقات است؟ ببینن جانم، اگر اسناد و شواهد در اختیار من بود، من کس هستم که هیچ کس جز از خداوند نه اعتراض داشتم نه اعتراض دارم و نه ولی چون شواهد اسناد از طالبان اعتراض نداره. آقای تورسن ببینن، به خاطر از این که من همیشه واقعیت ها را گفتیم و واقعیت ها میگم، من از بین مردم هستم، نه غاصب نه فاسد نه مفسد نه چپاولگر نه فساد پیشه که اعتراض داشته باشم، نه دوسیه در پیش از این حکومت دارم. یک تعداد که ایجا خاموشی اختیار کردن و می و یا وزیر است یا وکیل است یا هر کسی که هست، اینا چون دوسیه ها دارن غاصب هستن فاسد هستن، عالمه قدر میلون ها جریب زمین که به حساب به چپاول گرفته، این میلیون ها دلار که در افغانستان میلیارد ها دلار سرازیر شد، این که به چپاول گرفته شده کیا کرده؟ خوی نمی چهار تا وزیر است، چهار تا وکیل است. شما ببینید به لحاظ خدا آنقدر در این کشور فساد است، وزیر کجاست؟ این وزرایی که چپاول کردن، غارت کردن، وزیر سابقه مالیه و مثل از اون ده ها وزیر و خب ده ها درست است آقای تورسن، ای که شما کاندید ریاست جمهوری هم بودین، اگر پس برگردیم به مذاکرات دوها، شما من حیث یک فعال سیاسی و نظامی و ای که کاندید ریاست جمهوری بودین، منتظر چگونه یک توافق صلح هستن از مذاکرات دوها و مردم افغانستان باید به خاطر از این توافق دیگه چی را باید از دست بده، در حالی که هر روز تلفات میتن نیروهای افغان، مردم افغانستان تلفات جانی دادن، دیگه منتظر چیگونه یک قربانی باشه؟ و دوم این که آیا به زودترین فرصت مردم افغانستان شاهد یک تغییرات سیاسی خواهد بود؟ ببینین جانم، خب واقعا مردم افغانستان در عرصه های مختلف برای نگاهداری از این نظام هم قربانی دادن، برای حفاظت از این نظام قربانی دادن و امروز هم با تمام قربانی هایی که مردم افغانستان میده، حکومت فعلی در طول 6 سال و یک تعداد القهات در طول 18 سال با سرنوشت همین مردم مظلوم و بیچاره ما که از اینا دفاع کردن به نام رهبر، به نام لیدر، به نام کلان قوم و بزرگ قوم، بازم با سرنوشتشان بازی شده رفته و هر روز همین قربانی رو مردم ما میده. بر جلوگیری از همچو یک قربانی که مردم ما دیگر تعاملش ندارن، هر روز بچه های جوان خدای نمی امروز که ما زمانه که میگیم سربازا، این سربازا و افسرای پایین رتبه های ما که سینه خود سپر تک تک ما کردن بر حفاظت مردم خود، بر حفاظت خاک خود، بر حفاظت ننگ ناموس همه ما، خدای نمی کلش اولادای مردم افغانستان است که بالاتر از شیرین ترین و عزیزترین کسش که اولادش از بالاتر از این چی قربانی بده؟ ولی یک در قهات بیاتفی که امروز در حکومت قرار دارن همین مذاکره و خود گرفتن، ما را امتحان کنن دو برادر، دو همسایه و یا دو نفر، یک نفر میانجیگری میکنه و اینا را به اکتفاق میرسن، نه ای که دو طرف متخاصم، دو طرف که جنگ کردن با هم. آیا چرا زمینه را برای دیگران ساید
کمی دو و بازم برن در میز مذاکره بشینن و بازم با سرنوشت مردم بازی بکنن. چرا با دگرا؟ خب ولی در حالتش ما حزبکار شدیم، ما با جمعی از سیاسی مردم افغانستان، با مردم افغانستان همه روزه کار کردیم، کار میکنیم تا مردم خود فراهم بسازیم. واقعا ما بریم با نمایندگی از مردم افغانستان بریم با ما همزون بخواهیم مردم افغانستان بر اونا برسانیم، درد و رنج مردم افغانستان بر از اونا شریک بسازیم. نه ای که یک تعداد ای جرقهات هست که اوجه رفتن میگن به لحاظ خدا طالب جان زمانی که باز آمدی فکرت باشه بلند منزل من نگیری و نورچور و چپاول کرده باز مرا چیز نگویی، در حالی که اگر طالب تو را چیز نگویی اول خود طالبی تعود مصباره و برات میگه من نه زمین تا کار دارم نه بلند منزل نه پول پیسه و چپاول که کردی، اول خود تو را طالب به دار اویزان میکنه. اگر نکرد مردم افغانستان از شما محاسبه کردنی است و هر غاصب فاسد. خب اگر مشخصا سر سوال ما بیاین آقای ترسان بازی کرده، بله مشخصا اگر سر سوال بیاین که چی وقت مردم افغانستان شاید صلح و ثبات در کشور خواهد بود و از مذاکرات دوحه منتظر چی گونه یک توافق هستین؟ ببینین متاسفانه که ما از مذاکرات دو اگرچه انتظارات بسیار زیاد داشتیم و داریم، انتظار داشتیم که حداقل به حساب یک تفاهم برسن و طبیعی است که قربانی کار داره، هر دو طرف باید قربانی بدن و از اونمو لجاجت های خود پایین بیاین و با خواستایی که به حساب خط سرخ است از او بیرون شوند و منافع کشور را، منافع مهمترین انسان از کشور را مد نظر بگیرد که او هم صلح است و ختم جنگ است، ختم برادرکشی است. ولی خب بازم پیشترم خدمت عرض کردم که من انتظار نستیم آقای غنی دارم، چون آقای غنی را شما را ببینید که با لجاجت از کرسی و موقف خود نمیگذره و هنوز هم میگه که من باید رئیس جمهور باشم اگر موقتم باشه. والا من برای شما سوگند میخورم که اگر امارت بگویی اون چیزی را که میخواسته باشی بدترین نام بگذار بالا یک حکومت و آقای غنی را بگو تو درس شستی اما تو دو چشمه و به حساب دو سرق قبول میکنه. ولی در حالتش ما هم از طالب ها تقاضا داریم و هم از جمع سیاسیونی که ما در فعلا کار کرده میریم تا بتانیم یک تعداد بریم به نمایندگی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان که صلح از آرامش از سعادت است و ختم جنگ از آتش بس است ابرایشان بشینه. مطمئن هستم که ما در طول خب آقای ترسان یک سوال پایانی است چون فرصت هم کم است. آقای ترسان اگر احتمالا شما یکی از کسایی می بودین که در میز مذاکره با طالب ها می ششتین، در نخست از طالبا چی میخواستین؟ خب ببین ما در قدم اول ما به مسابه کسی بودیم که بی‌طرف بودیم، برخواسته از بین مردم بودیم و نمایندگی از مردم افغانستان میکردیم. خواست مردم افغانستان ختم جنگ است، ختم خونریزی است و تغییر بر همی. مردم افغانستان هم میخواهد که به از هر دو طرف خاتمه پیدا بکنه، از هم از دست یک حکومت فاسد مفسد نابکار و بیکاره و هم از جنگ توسط طالب ها. بناهن ایجا به صفت یک میانجی بی طرف میرفتیم به طرف یک حکومت معقد طالب ها در رس به ترس دری است که
چون مردم افغانستان از این حکومت ناراضی. تشکر آقای ترسن، فرصت تمام است. بسیار زیاد تشکر. نظام طالبانیزم بیاد. دیر از زیاد من خاقل ترسن.